خب به نام خدا، امروز میخوایم به مورد سوالاتی از فصل دوم رو بررسی کنیم، شیمی 12. در واقع همون سوالاتی هست که برگاهاش رو شما دارید. یه جدول دارید، این جدول من رسم میکنم، بر اساس این جدول سوالاتی مطرح شده، ببینیم که چطور میتونیم به جواب برسیم. جدولی که داریم پتانسیل های کاهشی رو به ما داده، در یه قسمتش پتانسیل ها رو داده و در قسمت دیگه این واکنش کاهشی رو به ما نوشته شده. پس اینجا ایستمت ها رو داریم، اینجا به ما داده منفی 44%، مثبت 34% و منفی 76%. پس معادلاتش هم بنویسیم. Fe دو مثبت Eq به علاوه 2 الکترون شده Fe جامد، Cu دو مثبت Eq به علاوه 2 الکترون شده Cu جامد، و در نهایت Zn دو مثبت Eq به علاوه 2 الکترون شده Zn جامد. غالبا پتانسیل ها رو وقتی به ما میدن بر اساس پتانسیل های کاهش گزارش میشه، چون کتاب میتونه بر اساس کاهش در واقع توضیح داده، ما هم بر اساس کاهش مطالب رو بیان میکنیم. دقت میکنیم به پتانسیل ها، خیلی وقتا ترتیب رعایت میشه، یعنی همون ترتیبی که تو کتاب میتونه، هر کی صفر کاهشیش بزرگتر بالاتر و به ترتیب کم شدن اینها مرتب شدن. الان این ترتیب رو اینجا رعایت نکرده، در واقع خواسته این مقداری خودتون با دقت بیشتری این مسئله رو بررسی کنید. خب داریم میپرسه که کدام فلز کاهنده تر از چرا؟ در قسمت اول پرسیده چی؟ بین اینها، بین آهن، بین مس و زن، کدام فلز کاهنده تر است؟ یادآوری کردم قبلن هم، وقتی میگن کاهنده تر یا اصلا وقتی میگن کاهنده، کدام فلز کاهنده است، کاهنده رو برای خودتو معنا کنی، یعنی تمایل به اکسید شدن یا اکسایش دارد. اگه دنبال کاهنده خوب میگردی، اگه دنبال کاهنده قوی میگردی، اونی کاهنده قویه که تمایلش برای اکسید شدن هم بیشتره. اگر من اینها رو بخوام بر اساس ای صفر مرتب کنم، الان شمار گذاری میکنم، ای صفر کاهشی کی از همه بزرگتره؟ مس ای صفر کاهشیش از همه بزرگتره. بین آهن و زنه این منفی 44، این منفی 76، پس در واقع این میشه رتبه دوم و این میشه رتبه سوم. اگر بخوایم اینها رو بر اساس کاهش مرتب کنیم، من باید بگم Cu دو مثبت تمایلش برای کاهش بیشتر از Fe دو مثبت و Fe دو مثبت بیشتر از Zn دو مثبت. پس این ترتیب تمایل برای کاهش. اما اگر میخوای تمایل برای اکسایش رو مرتب کنی، برعکس میشه. یعنی چی؟ یعنی زن تمایلش برای اکسایش بیشتر از آهن و آهن بیشتر از مس. دقت کنیم اینجا دیگه نباید تو بنویسی زن دو مثبت، چون زن دو مثبت که دیگه الکترون بیشتر از دست نمیده، نهایتی که زن میشه از زن دو مثبت، زن سه مثبت ما نداریم. خب بعضی از اونها هستن که مثبت سه هم دارن، حالا اون باید پتانسیلش رو بدن که بتونیم قضاوت کنیم. پس کدوم یکی کاهنده بهتریه؟
12 دی صفر کاهی 6 کوچکتره، یعنی تمایلی به گرفتن نداره، یا بهتر بگیم تمایل به دست دادن داره، که تو این مجموعه بر اساس پتانسیل ها کدوم دی صفر کاهی 6 کوچکتره؟ زده دو مثبت دی صفر کاهی 6 کوچکتره، یعنی دوست داره برگرده، دوست داره زده بشه زده دو مثبت، دوست نداره الکترون بگیره. پس بین این سه تا زده تمایلش برای اکسایش بیشتره، و هر که تمایلش برای اکسایش بیشتره کاهنده بهتر و قوی‌تری هم هست. اما میگه که قسمت دوم این سوال میگه در سلول گالوانی آهن روی، پس ما الان باید با آهن و روی یک سلول گالوانی درست کنیم. خب به عنوان تمرین بیشتر من این سلول گالوانی رو رسم میکنم. موقعی که میخواییم یک سلول گالوانی رسم کنیم، نقطه مهمی که وجود داره اینه که شما باید کاتود و آنودت رو بتونی تعیین کنیم. کاتود و آنود رو ما از روی چی تعیین میکنیم؟ از روی ای صفر هایی که به ما داده. هر که ای صفر کاهشیش بزرگتره، تمایلش برای گرفتن الکترون و کاهش یافتن بیشتره. کاهش هم همیشه تو کاتوده. الان بین FE و بین ZN پتانسیل کاهشی FE چیه؟ بزرگتره. پس بین این دوتا کاتود میشه آهن، آنود میشه ZN. طبق قرارداد آنود رو سمت چپ میذاریم، کاتود رو سمت راست. پس این FE و این چی؟ ZN. قرار شد هر الکترودی تو محلول الکترولیت خودش باشه. پس اینجا میشه ZN دو مثبت، اینجا میشه FE دو مثبت. گفتم اگر آنیونش رو میخوای بنویسی و شک داری که چی بنویسی، میتونی از الموسه منفی استفاده کنی. پس من فرض و شک دارم که این آنیونش چی باشه، پس من میذارم الموسه منفی. خب اگر اینجا بولتزن باشه، قطب منفی، قطب مثبت. البته Fe2O4 تو آب حل میشه. حالا گفتم اگر شک داری، پس من اینجا همون SO4 رو می‌نویسم. این که هر دو تا باید یکی باشن مهم نیست، میتونه متفاوتم باشه، مشکلی نداره تو این قسمت. خب ZN شروع میکنه به خورده شدن، پس اتم های ZN به صورت ZN دو مثبت میان تو محلول، الکترون هاشون رو تیغه باقی میمونه. جایی که الکترون تولید میشه و الکترون زیاده قطب منفی، پس این طرف میشه قطب مثبت. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ ZN جامد، ZN جامد که میگیسم یعنی کی؟ یعنی تیغه، یعنی آنود، خورده میشه، میشه ZN دو مثبت کیو به علاوه دو الکترون. ما به این واکنش میگیم نیم واکنش چی؟ اکسایش. خب الکترون ها پس این شد آنود و این میشه کاتود. الکترون ها از مدار بیرونی حرکت میکنن میان به سمت کاتود، پس الکترون ها میان اینجا. حالا Fe2 مثبت بدو بدو میره تو محلول، ببخشید به سمت الکترون، افید مثبت محلول، و الکترون ها رو از تیغه میگیره به صورت افی جامد روی تیغه میشینه. پس آنود لاغر، کاتود چاق، جرم آنود کم، جرم کاتود رو به افزایش. این اتفاقی که توی سلول داره میفته. حالا یه سوال، آیا دو محلول الکترولیک قبل از انجام واکنش، دو محلول الکترولیت رنگی بودن یا نبودن؟ رنگ داشتن یا نداشتن؟ هر دو؟ این محلول بی رنگ بود چون زدند و مثبت
و ترکیباتش جزء نمک‌ها یا ترکیبات رنگی نیستن. اما FeSO4 Fe2 مثبت رنگ سبز ایجاد میکنه. اگر توی آب Fe2 مثبت داشته باشی، اون محلول به چه رنگی در میاد؟ به رنگ سبز در میاد. حالا وقتی واکنش داره انجام میشه، شدت رنگ سبز چی میشه؟ کم یا زیاد؟ کم میشه، به خاطر اینکه یون‌های آهن مثبت دارن از محلول میرن، الکترون میگیرن، کاهش پیدا میکنن و روی تیغه چیکار میکنن؟ میشینن. پس این میشه نیم واکنش کاهش. خب از ما چی خواسته؟ گفته در سلول گالوانی آهن روی با گذشت زمان از جرم کدام فلز کاسته میشود؟ از جرم ZN کاسته میشه، چون ZN آنوده و در آنود داره فرایند اکسایش اتفاق میفته، اتم های ZN از سطح تیغه جدا میشن، وارد محلول میشن. سوال بعدی پرسیده که، حالا قبل اینکه سوال بعدی رو بریم راجع به این یه خورده بیشتر توضیح بدیم. اگر از ما بپرسن که جهت جابجایی یون‌ها رو بگو، مهاجرت یون‌ها چجوریه؟ همیشه گفتم مهاجرت یون‌ها طوریه که کاتیون به سمت کاتود، آنیون به سمت آنود. چون زدن و مثبت‌ها زیاد میشن، پس برای خونسا نگه داشتن دو محلول الکترولیت کاتیون حرکت میکنه میاد به سمت کاتود و اینجا FeSO4 حرکت میکنه میاد به سمت آنود. پس مهاجرت همیشه همینجوریه، آنیون به سمت آنود و کاتیون به سمت کاتود. FeSO4 فقط FeSO4 که داره میره رو تیغه میشینه. FE فقط داره میره روی تیغه میشینه، اتفاق برش نمیاد. نکته دیگه ای که اینجا میخوایم بررسی کنیم اینه که پتانسیل این سلول، ای صفر سلول یا به قول کتاب EMF این سلول نیروی الکتروموتوریش چقدره؟ برابر بود با ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. خب کاتود کی بود؟ آهن بود. پتانسیلش چقدره؟ منفی 44. منهای پتانسیل آنود که منفی 76. پس در واقع میشه 76 منهای 44. 4 از 6 = 2 4 از 7 = 3. پس پتانسیلی که این تولید میکنه چقدره؟ 32 ولته. چرا پتانسیلی که تولید شده کمه؟ چون ایسفت های کاهشیشون به هم نزدیکه، یعنی اختلاف ایسفت ها کمه. اگر تو میخوای سلولی درست کنی که پتانسیل بالاتری به تو بده، باید حتما آنود و کاتود از لحاظ تمایل برای اکسایش و تمایل برای کاهش اختلاف زیادی داشته باشن، یعنی ایسفراشون فاصله زیادی داشته باشه. تو جدولی که تو کتاب درستون هست، کاتود رو اون بالایی انتخاب کنید، آنود رو اون پایینی انتخاب کنید، شما یه سلولی خواهید داشت با بالاترین ولتاژ که فکر میکنم بالا پلاتین باشه و پایین فکر میکنم منیزیوم باشه که میتونه بالاترین ولتاژ به شما بده. یکونیم فکر میکنم برای پلاتینه و 2.3 این حدودا برای منیزیوم. نقره خب پلاتین بالا، ما هرچی بالاتر باشه پایینتر باشه لازم داریم. بالای بالا پایینه پایین نقره با منیزیوم بیشتر از پلاتین نگاه کنیم تو کتاب هستیم فکر کنم پلاتین بالاتر باشه. نه نه کتاب جدولی که تو کتاب شد اونی که من نوشتم پای تخته رو نمیگم، یه جدول پتانسیل داریم تو کتاب، پتانسیل ها رو بهت معرفی کردم. خب نسبت بعدی
کدام ظرف مسی یا آهنی برای نگهداری محدود یک مولار روی نیترات مناسب تر است؟ مشابه این سوال تو سوالهای قبل هم اومده، یعنی سوال مهمیه که داره تکرار میکنه. میگه ما محلول یک مولار روی نیترات رو قلزتش مهم نیست که اینجا رو گفته یک مولار روی نیترات، در واقع میتونست بگه محلول روی نیترات. ما محلول روی نیترات رو تو کدوم ظرف میتونیم نگهداری کنیم؟ تو ظرف مسی یا آهن؟ خب من نوشته ها رو پاک کنم. شکل این سوال رو براتون رسم میکنم. در واقع شما محلولی داری از روی نیترات، محلول داری از روی نیترات. وقتی میگیم روی نیترات میشه زدهن دو مثبت و دو تا انوسه منفی. این نمک در آب قابل حله، پس زدهن انوسه دو مرتبه میشه زدهن دو مثبت انوسه منفی. حالا سوال میپرسه که ما اینو تو کدوم ظرف میتونیم نگهداری کنیم؟ تو ظرفی که جنسش آهنی باشه یا تو ظرفی که جنسش مسی باشه؟ تو ظرفی که چرا؟ ببینید ما یه ترکیب نمیشیم، پتاسیم، سدیم، منیزیم، آلومینیوم، زدن، افی، هیدروژن، مس، نقره. گفتیم که تو این ترتیب بالایی ها تمایلشون برای اکسید شدن زیاده. چون بالایی ها تمایلشون برای اکسید شدن بیشتره، یعنی ای صفر کاهشیشون کوچکتره. الان شما اینجا زده رو داری منفی 76 اف ای رو داری منفی 44 سی یو رو داری مثبت 34. گفتیم بالایی ها میتونن به کاتیون پایینی ها الکترون بدن، اما عکسش اتفاق نمیفته. یعنی نه آهن و نه مس هیچ کدوم به زدن دو مثبت الکترون نمیدن. پس ما مشکلی برای نگهداریش نداریم. ما هم میتونیم از ظرف آهنی استفاده کنیم، هم از ظرف مسی. سرعت واکنششون توی کدوم پایین‌تره؟ ببین هرچی این تفاوت بیشتر بشه، رقابت برای اکسید شدن و کاهش یافتن بیشتر بشه. الان فاصله زدن و مس بیشتر از فاصله زدن و آهنه. یعنی اگر شما یک سلولی بخوای درست کنی، توی اون سلول رقابت زدن و سیو این میتونه خوب الکترون بده و سیو دو مثبت میتونه خوب الکترون بگیره. اما این دوتا به هم نزدیکن، دیدی حساب میکردم ولتاژ زیادی به ما نداد. اما اینجا بحث رقابت نیست، داره میگه شما محلول روی نیترات دارید، تو کدوم ظرف میتونی نگهداری کنی؟ تو هر دو تا میتونی نگهداریش کنی. برای اینکه هیچ کدوم از این ظروف، یعنی نه مس و نه آهن، به زده دو مثبت الکترون نمیدن. شما همیشه میتونی محلول بالایی ها رو تو ظروف پایینی نگهداری کنی. داستان همینه. بالایی ها محلولشون رو میتونی تو ظروف فلزات پایینی نگهداری کنی. چون پایینی ها که نمیتونن به کاتیون اونها الکترون بدن، پس اونها هیچ واکنشی با ظرف ندارن. ولی عکسش اگه بود چرا؟ یعنی اگه من اینجا به عنوان مثال سی یو دو مثبت داشتم و یکی از اینها آهن بود، یکی زدن بود، هر دوتاشون واکنش میدادن، چون هر دوتاشون از سی یو دو مثبت چیه؟ بالاتر قرار میگرفتن، از سی یو بالاتر قرار میگرفتن. پس اینجا ما مشکل نداریم، میتونیم هر دوتا رو، یعنی روی نیترات رو تو هر دوتا ظرف نگهداری کنیم. اما
بذار حالا اون سوال خودم رو مطرح کنم. اگر من اینجا سیود و مثبت داشته باشم، اگر اینجا سیود و مثبت داشته باشم و این ظرف هم زد این باشه و این ظرف هم آهنی، حالا چه اتفاقی میفته؟ هر دو تا ظرف خورده میشن. اینجا اتم های زد این از دیواره جدا میشن، میرن توی محلول به صورت زد این دو مثبت در میان، الکترون ها رو میدن به سیو. اینجا اف ای میره تو محلول، الکترون ها رو میده به سیو دو مثبت، خودش میشه اف ای دو مثبت. پس کم کم ظرف ها سوراخ میشه. اما کدوم یکی زودتر، کدوم یکی دیرتر؟ هر چه اختلاف پتانسیل های کاهشیشون بزرگتر باشه، اونجا قدرت و تمایل برای اکسی شدن و کاهش یافتن شدیدتر میشه. پس در واقع زلن و سیو خوردگیشون از اف ای و سیو بیشتره. اینجا خوردگی چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی تعداد اتم های زد این بیشتری خورده میشن نسبت به تعداد اتم های اف ای، چرا که فاصله زد این و سی یو بیشتره. سوال جالبی بود که در این قسمت مطرح شده بود. میریم سراغ سوال بعدی. کا میتونه تو ظرف این پا باشه؟ ببینید اینها نمیتونه ظرف کا باشه، ولی کا میتونه ظرف این پا باشه. شما نمیتونی ظرفی از این ها درست کنی و بعد بیش تو محلولش، محلول مثلا کالسیم توش بریزی. چون وقتی میگی محلول یعنی آبه، وقتی آبه که سدیم آب با خودش بده که اصلا اصلا توش آب خالی هم بریزی واکنش میده، نمیخواد توش کا بریزی. مگر اینکه شما یون کا مثبت رو در محلول غیر آبی داشته باشید، در یه محلول غیر آبی که این با اون محلول غیر آبی دیگه واکنش نمیده، یه راست میده سراغ همون یونا، آره یا بهش الکترون میده یا نمیده. الان کا به یون مثبت الکترون میده اما عکسش اتفاق نمیده. هر که بالاتره این صفر کاهشیش کوچکتره، تمایلش برای اکسید شدن بیشتره. داستان از این قرار. آقای کلا نمیتونی ظرف از سدیم بسازی، درسته؟ چرا؟ زیر نفت با دیگه ظرف تو میتونی ظرف رو بسازی، پوز بدی که این ظرف ما انجنس سدیمه اما زیر نفت باد باشه. همون زیر نفت هم که باشه بالاخره هوایی مقداری میتونه نفوذ کنه و میتونه واکنش بده. خب بریم سراغ سوال بعدی. میگه که با توجه به نیم واکنش، این نیم واکنش رو به ما داده، هاشتوهای مایه به ما میدهد هاش مثبت اکیو برنامه اودوی گازی. با توجه به نیم واکنش هاش دو مایع دیدن هاش مثبت به علاوه بودوی گازی به پرسش ها پاسخ ده. ببینید این واکنشی که اینجا نوشته شده بخشی از فرایند برقافت آبه که گفتیم مولکول های آب هم میتونن الکترون بدن هم میتونن الکترون بگیرن و بهتون یاد دادم و گفتم که اگر خواستید معادله از دست دادن الکترون رو برای آب بنویسید، پیش خودتون اینجوری تجسم کنید. من مولکول آب دارم و این قرار الکترون بده. اگه قرار الکترون بده، پس سمت راست من الکترون دارم. اگر من الکترون دارم، پس باید آب که خنثی، پس باید کنار الکترون یک ذره مثبتی هم باشه، پس هاش مثبت. اما یه وقت هست میگی که آب الکترون میگیره، آب به علاوه الکترون میدهد. خب پس این بر من بار منفی دارم، اون برم باید بار منفی باشه، پس اوهاش منفی.
یعنی راحت میشه تجسم کرد که اون طرف، حالا اگه یادمون رفته باشه، میتونیم اینجوری پردازش کنیم و به یک جوابی برسیم. خب من این اگه بخوام کامل کنم چی میشه؟ گفتیم که میدهد الکترون. یه دو بذار اینجا، دو دوتا چهار. چون اکسیژن دوتا داشتم دو رو گذاشتم، اکسیژن هم بالانس شد، حالا هیدروژن هم دوتا چهار. حالا بعد موازنه جرم میریم موازنه بار، که گفتیم برای موازنه بار از چی استفاده میکنیم؟ الکترون. الکترون ها رو کجا میذاریم؟ سمتی که بارهای مثبت بیشتر یا سمتی که بارهای منفی کمتره؟ الان اینجا مثبت ها زیاده، این بر خونسا، این بر چارت مثبت. پس من یه چارت میذارم پشت این، این معادله الان برای ما چی شد؟ موازنه شد. میگه با وارد کردن نماد الکترون در این واکنش مشخص کنید این نیم واکنش افزایش است یا کاهش. خب این افزایش دیگه، الکترون رو کجا گذاشتیم؟ سمت راست، یعنی مولکولای آب الکترون از دست دادن. ما از دست دادن الکترون رو میگیم افزایش. پس این فرایند چه فراینده؟ افزایش. معادله این واکنش رو موازنه کنید. خب موازنه کردیم، اکسیژن دو تا داشتیم، یه دو گذاشتیم این پشت، اکسیژن ها درست شد، دو ضرب در دو شد چهار تا هاش، یه چهار گذاشتیم پشت هاش، چون چهار تا مثبت داریم چهار تا الکترون گرفتیم موازنه شد. این نیم واکنش در قطب مثبت یا منفی یک سلول الکترودی میتواند انجام شود. در قطب مثبت یا قطب منفی است؟ الکترون گرفته یا الکترون داده؟ الکترون داده. اگر مولکول آب بره به سمت قطب مثبت، الکترون ها رو میده به قطب مثبت. پس این فرایند در قطب مثبت چی؟ اتفاق آنودش. بله در آنود. تولید الکترون کردن چه؟ بودن منفی؟ نه دیگه، این سلول الکترولیتی هست، سلول گالوانی نیستی. در سلول الکترولیتی، در سلول الکترولیتی اینجوری بود، شما دو تا قطب مثبت قطب منفی، الکترودی که به مثبت بسته میشه الکترود مثبت، الکترودی که به منفی بسته میشه الکترود منفی. اینجا داری برق رو وارد سلول میکنی، پس این سلول چه سلول الکترولیتی، نمیشه سلول گالوانی. در سلول‌های الکترولیتی کاتود منفیه، آنود مثبته، این باید حفظ بشه. حالا بدون حفظ کردن هم میشه فهمید، من پاک کنم اینا رو. خب این که کدوم منفیه کدوم مثبته که ساده است، اونی که به قطب مثبت بسته الکترود مثبت و اونی که به منفی بسته الکترود منفی. حالا شما اینجا مولکول آب داری، مولکول چی؟ آب داری. بعضی از این مولکول‌های آب میان به سمت قطب منفی، بعضی میرن به سمت قطب مثبت. اونی که میاد به سمت قطب منفی میاد الکترون بگیره، منفی دیگه. اونی که میره به سمت قطب مثبت میره الکترون بده. پس اینجا اینجوری می‌نویسی، پیش خودت اینجوری میگی، میگی خب این چرا اومده به سمت مثبت؟ میخواد الکترون بده. پس بنویس میدهد الکترون. ببین من میگم حفظم نکردی، بیا پیش خودت توجیه کن. میگه آب میده الکترون، اگه آب بده الکترون پس یه ذره مثبتی هم داریم، اون ذره مثبت کیه؟ هاش مثبت. خب الان این بر هاش داری، اون برم هاش داری، اکسیژن کجاست؟ پس اکسیژن هم آزاد میشه، پس اکسیژن هم آزاد میشه. حالا دوتا او داری، دوتا آب، دو تا چهار تا هاش داری، چهار تا هاش، چهار تا مثبت داری، چهار تا الکترون. خب این فرایند میشه از دست دادن الکترون. از دست دادن الکترون چیه؟ اکسایش. اکسایش کجا اتفاق میفته؟ آنود. پس این آنود. پس این چیه؟ آنود. توجیه راحت. اما این بعد
مولکولای آب میان چیکار کنن؟ خب میان الکترون بگیرن دیگه. پس H2O به علاوه الکترون میشه OH منفی. اونجا اگر گاز اکسیژن تولید شده، اینجا گاز هیدروژن تولید میشه، چون دو داری آب و عناصر سازندش تفکیک میکنیم. خب دو تا آب بگیریم، دو تا OH منفی بگیریم، دو تا الکترون بگیریم، معادله مون موازنه شد. خب حالا اینجا مگه آب الکترون نگرفته؟ H2O مایع است، الکترون گرفته. الکترون گرفتن میشه چی؟ کاهش. کاهش کجایه؟ کاتود. پس این کاتوده، ولی بهتر حفظش کنیم. الان درکش کردیم، حالا حفظش کن. در سلول‌های الکترولیتی من تفاوت شباهتش رو گفتم بهتون، 6 مورد تفاوت گفتم، 2 مورد شباهت گفتم. پس یادمون باشه که در سلول‌های الکترولیتی قطب منفی میشه کاتود و قطب مثبت میشه چی؟ آنود. خب این نیواکنش در قطب مثبت یا منفی یک سلول الکترولیتی انجام میشود که توضیح دادیم دیگه، چون داره الکترون از دست میده پس در قطب مثبت انجام میشه. این سوال یکونی نمره داشت، یعنی شما بله؟ جدی؟ بله یکونی نمره داشت. این سوال بارو میشه بارو میشه یکونی نمره داره میفیدی دیگه. خورداد 98 خارج کشور. این همه نهایی، این همه نهایی کتاب و ریس ریس بهش کردن و سوال دادن. یعنی تو وقتی امتحان نهایی تو 20 میگیری، یعنی همه معتبریات این کتاب رو به خوبی در ذهنت داری. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی میگه که برای هر یک از عبارات از این دلیل بنویسید. حالا چون این قسمت مالی بخش کتاب بوده، فقط همین یه دونه رو گذاشته، بقیه‌اش مال جای دیگه است. میگه قدرت کاهندگی فلزات بیشتر از نافلزاته. گفتم هر موقع کاهندگی و اکسندگی رو شما میبینید فورا برو معنا کن. کاهندگی یعنی چی؟ اکسایش، یعنی دوست داره اکسید بشه. وقتی میگه قدرت کاهندگی فلزات زیاده، یعنی تمایل فلزات برای دست دادن الکترون بیشتره. پس چرا فلزات کاهنده بهتری هن؟ چون تمایلشون برای دست دادن الکترون بیشتر. چرا فلزات کاهنده بهتری هن؟ چون تمایلشون برای دست دادن الکترون بیشتر. به همین سال این تمایلشون به شعاعش برگرد، درسته؟ اون ببین وقتی شما داریم آره هر باز بخواهیم ببینیم بین دوتا فلز کی فلز تره؟ بله اون که شعاعش بزرگتره. این که فلزات چون شعاعشون بزرگ الکترون از دست میدن، ببینید عناصر قالبشون میخوان به آرایش هشتایی برسن. حالا بعضیشون هم مثل لیتیوم به آرایش دوتایی میرسن، به هلیوم میرسن. فلزات واسطه هم که الکترون میدن اما به آرایش گاز بی اثر نمیرسن، به جز اسکاندیوم و تیتانیوم. این دوتا میرسن، به آرگون 18 میرسن. اسکاندیوم باید دست دادن 3 تا و تیتانیوم باید دست دادن 4 تا، تی آی سی ال 4 یا تی آی او2، اینا رو داریم با. اما اگر فقط بحثمون رو بذاریم فلزات اصلی، غالبشون میخوان به آرایش 8 تایی برسن. خب فلز وقتی شعاعش بزرگه جاذبه هستش رو لایه آخر کم. مثلا یه فلزی داریم مثل سدیم، یه دونه الکترون داره تو لایه آخر 3s1. این اگه بخواد به آرایش 8 برسه، فرض کن بخواد 7 رو بگیره، این نمیتونه 7 رو تو لایه آخرش نگه داره، چون شعاعش بزرگ، جاذبه هستش کم، نگهداریشون سخته. پس چیکار بکنه؟ میگه از خیر این یه دونه من گذاشتم. در واقع میگن فرزند کمتر زندگی بهتر. آره این فلزات و نافلزات همین کارو میکنن. اما نافلزات نه، نافلزات بعضی مالیشون خوبه، میگن آره چیکار نداره به جای 5 تا الکترون بذار 8 تا الکترون باشن، خدا که به ما داده ما هم که میتونیم اینا رو ساپورت کنیم. مثل تقریباً رفتار اتم ها، من همیشه میگم مثل رفتار ما آدم ها تو زندگیه. آدم هایی داریم بخیلن، آدم هایی داریم بخشندن،
به لذات بخشنده هم میگه بیاری نمال شما. آدم هایی داریم دروع هم میتونم بگم مثل شبه فلزات، مثل ترکیباتی داشتیم قدیم به نام آمفوتر، در مقابل اسید ها میگفتن ما بازید، در مقابل باز ها میگفتن ما اسید. تا اسید میدیدن میگفتن ما بازتن، تا باز میدیدن میگفتن من اسیدم. مثل آیل دو هسته، آیل و های سمرتبه، اینا آمفوتر هم بغره و صفت هم دروع هم. تمام زندگی ما این شاهکار خداونده که یه ذره کوچولویی به نام اتم رو و یه موجودی رو به نام انسان اومده رفتارهاشو شبیه هم طراحی کرده. خیلی عجیبه. خب بریم سراغ سوال بعدی. خب در سوال بعدی یه شکل داریم، یه ترکیب داریم. اول پرسیده که عدد اکسایش اتم نشاندار شده با ستاره را مشخص کنیم. یه ترکیبمون NO3 منفیه و یه ترکیبمونم H2SO4. اینو مشخص کرده و اینجا اینو مشخص کرده. خب اینا نیاز به ساختار لوئیس ندارن. چی گفته؟ آره اون بیه. خب اول این دوتا رو بریم. من عدد اکسایش نیتروژن رو ندارم به علاوه اکسیژن در بیشتر ترکیبات منفی 2 ضربه در تعداد مساوی با بار ایون، یعنی بار ایون رو میاریم کجا؟ جلوش قرار میدیم. پس N منهای 6 میشه منفی 1، پس N میشه مثبت 5. این احتمالاً چون سه تا داریم یک و 75 احتمالاً باید دو تاشون نیم باشه، یکیشون 75 باشه. این نیم نمره، یعنی شما نیم نمره مفت گرفتید. میام اینجا. خب هاش مثبت 1 ضرب در 2 گوگرد ندارن، او منفی 2 ضرب در 4 مساوی با 0. اکسیژن در بیشتر ترکیبات گفتی منفی 2. پس 2 به علاوه S منهای 8 میشه 0. S مساوی با مثبت 6. حتما باید محاسبات رو بنویسیم. خب حالا بریم سراغ دومی قسمت B. آها اونم مال همینه. درسته درسته. خب پس اگه از اینجوریه محاسبات رو نخواسته از ما، فقط گفته عدد اکسایش اتم نیتروژن رو مشخص کنید، برای شما محاسبات هم بنویسید، ریسک نکنید چون امتحان نهایی دیگه، مخصوصا طراحا که اونایی که مصرح هستن بعضیشون نگاه میکنن ببینن کی توضیحات جامعه تری داده. یه مقداری خوشخط می‌نویسید؟ بیشتر نه. بیشتر علتی حوصله سربر میشه و اون طرف کم حوصله سعی می‌کنه برگردون رو. ولی وقتی می‌بینی علمی داری می‌نویسی، یه جمله نمیشه، یه خط نمیشه، قشنگ علمی. بس دیگه. همه رو خط بزنیم. خوشخط، مرتب، زیبا، با یه رنگ آبی. خب بریم سراغ ترکیب بعدی. من ترکیب بعدی همه ساختارش رو رسم نمی کنم، فقط اون جایی رو رسم می کنم که با ستاره مشخص کردم. خب اینجا رو مشخص کردم. عدد اکسایش این کربن رو از ما خواسته. گفتیم بین اتم های مشترک الکترون ها نصف میشه. بین دو اتم متفاوت الکترون ها به اتم تعلق میگیره که الکترون نگاتیویش بیشتره، چون الکترون نگاتیویدی میکنه بگیم نافلستر. پس بیاد اینجا بین کربن و N الکترون ها به کی تعلق میگیره؟ به N، چون N چیه؟ نافلستر است. ما میگیم کربن 6 نیتروژن
هر چی از راست بریم به سمت از چپ بریم به سمت راست تمایل برای گرفتن بیشتر میشه نافلستره. خب کربن تو لایه بالانسش 4 تا الکترون داره، منهای الکترون‌های نسبت داده شده 1، پس میشه مثبت 3. پس عدد اوکسیدش کربن در اینجا میشه مثبت 3. اون تک الکترون نه باید یه قرار حساب کنیم، کوش تک الکترون، یه تک رسیده، نه این با ستاره مشخص کرده، این با ستاره مشخص کرده، من ستاره نکشیدم آمدم اینجوری گذاشتم. قسمت بعدی هنوز درس ندادم، اما فرایند حال برای تولید چه فلزی در صنعت با استفاده قرار میگیره؟ آلومینیوم. فرآیند حال برای تولید آلومینیوم دانشمندی به نام فریتز هال ابداع کننده این روشه که فرآیند حال و شکلش که یک سلول الکترولیتی هست خیلی خیلی مهمه. اونجا که رسیدم راجع به این سلول مفصل با صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی میگه که با استفاده از واژه‌های درون کادر عبارت‌های زیر را کامل کنید. خب میگه در یک واکنش افزایش کاهش گونه ای که الکترون میگیرد کاهش یافته است. پس گونه ای که الکترون میگیره چی؟ کاهش یافته است و جای خالی محسوب میشود اکسنده. پس گونه ای که الکترون میگیره کاهش یافته و چی محسوب میشه؟ اکسنده محسوب میشه. خب بریم سراغ سوال بعدی. دوباره این تیپ سوالات که قبلا هم براش توضیح دادم، این تیپ سوالات هر سال داره تکرار میشه، هر سال این تیپ سوالات داره تکرار میشه، پس حواستون بهش باشه. مجددا یه جدول داریم، سوال بسیار خوبی هست. آقا توی یک زمانی به این بیسترها رو آقای سمیوانی علامتشون رو باید لحاظ کنیم. یعنی چی؟ این مثبت منفی رو بله، بین دوتا منفی کدوم بزرگتره؟ بین مثبت منفی کدوم بزرگتره؟ خب ایسر بر حسب بود مثبت 8 هم مثبت 34 منفی 44 صدم و منفی 76 نیم واکنش کاهشی. معادلات آی مثبت اکیو به علاوه الکترون به ما میده آی جامد. کاشکی کتاب شما این معادلات رو تعادلی می‌نوشت. اصل این معادلات تعادلیه، یعنی اینجوری نیست که آی دو مثبت همیشه الکترون بگیره میشه آ، یه وقتایی آ بر میگرده الکترون میده میشه آی مثبت به علاوه الکترون. بستگی داره به اینکه مقابل کی قرار گرفته. مقابل یک عنصری قرار گرفته که تمایل اون برای گرفتن الکترون بیشتره یا نه تمایلش برای دست دادن بیشتره، این مهمه. بعد سی دو مثبت به علاوه دو الکترون میشود سی جامد و پایین دی سه مثبت به علاوه سه الکترون میشود دی جامد. خب این سوال رو و این جدول رو ما در یک دوره دیگه هم داشتیم، فقط طراح دی 97 خارج کشور دقیقا اینو داشتیم.
فقط تر اومده این قسمت اینجا رو تغییر داده. قبلا بود سیه سه مثبت، فکر کنم میشه سیه دو مثبت. بله کروم بود، کروم بود، کروم بود. بله عنصر داشتیم اینجا. خب بریم سراغ سوال. میگه کدام گونه قوی ترین اکسنده است؟ اگه قوی ترین اکسنده رو میخواییم باید دنبال اونو بگردیم که خوب کاهش پیدا میکنه. خب کی خوب کاهش پیدا میکنه؟ هر که ای صفر کاهشیش بزرگتره. بین اینها بزرگترین ای صفر کاهشی مال کیه؟ مال آی مثبته. پس آی مثبت قوی ترین اکسنده ای. آی مثبت نه آ. اگه توی امتحان نوشتی آ قوی ترین اکسنده هست، اون طراح میتونه برات غلط بگیره. برای که آ مگه الکترون میگیره؟ اون آی مثبت این داره الکترون میگیره. آی مثبت کاهش پیدا میکنه. آ اگرم بخواد باید برگرده و افزایش پیدا کنه. پس قوی ترین اکسنده کدومه؟ اونی که ای صفر کاهشیش از همه بزرگتره و تمایلش برای گرفتن الکترون بیشتره. کی بیشتره؟ آی مثبت. در واقع این یون نقره بوده، چون پتانسیل نقره 0.8. برای همین میگم که حالا یه مدار شبیه اون سواله. خب آیا واکنش اکسایش کاهش زید به طور طبیعی انجام پذیر است یا نه؟ چرا؟ سی جامعه بلاله آیه مثبت اکیو به ما میدهد سی دو مثبت اکیو بلاله آیه جامعه. یه وقتی هست شما رو میگن با محاسبه بگو انجام میشه یا نه، یه وقتی میگه خب توجیه کن. من اینو با محاسبه اول میگم. برای محاسبه شما فرض کنید این معادله کلی یک سلوله، یعنی یه آنود داشتی یه کاتود داشتی. خب اگر من فرض کنم که این معادله کلی یک سلوله، از روی معادله کاتود و آنودم رو تعیین میکنم. سی شده سی دو مثبت. چه اتفاقی براش افتاده؟ الکترون از دست داده. یعنی چی؟ یعنی اکسایش یافته. اکسایش همیشه کجاست؟ از آنود رو پیدا کردی. چه اتفاقی برای آی مثبت افتاده؟ الکترون گرفته. الکترون گرفته. گرفتن الکترون کاهش. کاهش همیشه در کاتوده. خب حالا که کاتود آنود رو پیدا کردی، برو ای صفر سلولت رو محاسبه کن. می شود ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. کاتود چی بود؟ آ پتانسیلش 0.8 منهای. آنود چی بود؟ سی 0.8 منهای 44. پس میشه 0.8 برابر 44 1.24 ولت. اگر پتانسیل مثبت در اومد اون واکنش انجام پذیر. اگر پتانسیل مثبت در اومد اون واکنش انجام پذیر. خب اما میتونیم توجیه هم بکنیم بدون محاسبه؟ بله. الان ما داریم میگیم آی مثبت الکترون گرفته، کاهش یافته. زمانی آی مثبت از سی میتونه الکترون بگیره که ای صفر کاهشی آی مثبت از ای صفر کاهشی اون بزرگتر باشه. زمانی این اتفاق میتونه بیفته که این تمایلش برای گرفتن الکترون از سی چی باشه؟ بیشتر باشه.
خب چه موقع این تمایلش برای گرفتن الکترون بیشتره؟ موقعی که ای صفرش بزرگتره. آیا ای صفرش بزرگتره؟ بله. این مثبت 8 دهمه در حالی که چنده؟ منفی 44. پس بدون محاسبه قابل توجیهه. هر کی ای صفرش بزرگتره میتونه بهتر الکترون بگیره. آیا آی مثبت از این میتونه الکترون بگیره؟ بله، چون ای صفر کاهشیش بزرگتره. خب بریم سراغ سوال دیگه. حالا بذار یه خود این جدول رو که رسم کردیم یه خود روی مانور بدیم. به ما میگن شما اینجا گونه ها رو بر اساس گونه ها رو بر اساس تمایل برای کاهش مرتب کن، از زیاد به کم. اول اونی که بهتر کاهش پیدا میکنه، بعد اونی که کمتر کاهش پیدا میکنه. خب اونی که بهتر کاهش پیدا میکنه که صفرش بزرگتر باشه. یه نگاه به پتانسیل ها بندازید، دقیقا از زیاد به کم چیده شده. 8 دهم 34 منفی 44 و منفی 76. پس اگه بخوام بر اساس کاهش بنویسم چی باید بنویسم؟ آی مثبت بیشتر از بی دو مثبت، بیشتر از سی دو مثبت، بیشتر از دی سه مثبت. این بر اساس چیه؟ تمایل برای کاهش. اومد چند نمره از الان داره بود به پناهایی؟ چی؟ از همین تیپ سوال هایی صرف رای نم خود داره بیدیم، ها زیاد داره بیدیم. شما الان بیدیم بارونبندی رو بهتون میگم چجوریه. بارونبندی رو بهتون خب، اما یه وقتی هست میگه تمایل برای افزایش مرتب کنه. تمایل برای افزایش چی باید بنویسم؟ چی؟ چی میگه؟ تمایل برای افزایش. خب بله 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 این حواستون باید باشه. ببین این الان دوست داره الکترون بگیره، یعنی این داره کاهش پیدا میکنه. حالا عکسش اگه بخوام بگم دی اکسایش پیدا میکنه، داره بر میگرده الکترون میده. پس تمایل دی برای اکسایش بیشتر از سیه، سی بیشتر از بیه و بی بیشتر از آیه. در واقع این زد انه، این اف ایه، این مثل و این نقره است. پتانسیل ها را اگر نگاه کنید ببینید پتانسیل ها ما این عناصر هست. زده بیشتر از آهنه، آهن بیشتر از مثل بیشتر از نقره است. پس حواستون روی این جور سوالات باید باشه. ساعت چنده؟ این 45 یورو بدن. با دو تا جلسه رو با هم میریم بیشتر ساله؟ هیبته. خب ساله هیبته دوباره بحث افزایش و کاهش. پس من جدول باب کنم. خب سال 17 الفش MN O4 یک منفی میگه عدد اکسایش عناصر نشاندار زیر MN خط کشیده. پس عدد اکسایش رو ندارم، میشه منفی 2 ضرب در 4 مساوی با منفی
یک. پس ام ان مساوی میشه با مثبت 7. ما یک کا ام ان و 4 داریم، یک کا 2 ام ان و 4 داریم. به کا ام ان و 4 میگن پتاسیم پر منگنات، اما به این میگن پتاسیم منگنات. در واقع عدد مساویش ابنید اینجا مثبت 7، اینجا مثبت 6. مثل چی میمونه؟ مثل ClO4 یک منفی، ClO3 یک منفی، ClO2 یک منفی و ClO یک منفی. عدد اکسایش اینجا مثبت 7، اینجا مثبت 5، اینجا مثبت 3، اینجا مثبت 1. همیشه اونهایی که عدد اکسایش بزرگتر دارن پسفند آت میگیرن. پس بین این 4 تا دو تا عدد اکسایش بزرگتره، بین این دو تا کوچیکه، بین کوچیکا هر دوتا ایت میگیرن کلوریت. حالا برای که بین این دوتا بزرگه مشخص میشه کی بزرگتره، پر. و بین این دوتا کوچیکه برای که کوچکتر مشخص میشه هیپو. این قاعده نامگذاریشون بوده که سال دهم خوندید. حالا اونجا همینه، کامل 4 مثبت 7، امنو 4 این در واقع امنو 4 یک منفیه، این MNO4 دو منفی. MN اعداد اکسایش زیادی داره. شما MNO2 داری، MNCl2 داری، اینجا الان میشه مثبت 4، اینجا میشه مثبت 2. منگنز اعداد اکسایش زیادی داره. توی MN مثبت 7 در واقع از MN چند الکترون کندیم؟ 7 تا. مثبت 7 یعنی چیه؟ 7 تا از دست داده. MN مثبت 7 یعنی 7 تا از دست داده. اگر MN 7 تا از دست بده میتونه با آرایش 8 تایی پایدار برسه؟ آره. منگنز 25، 4S2 3D5 هفتا رو میکنی، 4S رو میکنی، 3D5 رو میکنی، همه میرن میمونه 3S و 3P6. یعنی الان اگر از تو پرسیدن آرایش MN در KMNO4 چیه؟ برای اینکه هفت مثبتی این هفتا رو از دست داده. عدد اکسایش با ظرفیت و بار الکتریکی یکیه، فرقی نمیکنه، جا به جا میشن. مگه تو نمیگی 3 و 2 مثبت میشه مثبت 2؟ اون همون باره که گفتی عدد اکسایش دیگه. اگه ما به شما چی گفتیم؟ گفتیم 3 و 2 مثبت، عدد اکسایش چی میشه؟ مثبت. انهای مثبت چی میشه؟ مثبتی. ان سه منفی چی میشه؟ منفی 3. فرق نمی کنه که. آقا توی این اگه عوض شده چی عوض شده؟ ام ام 2 3 میده. کجا 2 3؟ حالت پایدارش ام ام 2 مثبت و ام ام 3 مثبته. خب بعد این ترکیب رو داریم که ما این ترکیب رو داریم، کا ام ان او 4 رو داریم. بس دیگه تو کدوم ترکیب داری صحبت میکنی؟ من الان ام ان او 2 رو دارم، من ام ان سی ال 2 رو دارم، این اصلا تو طبیعت وجود دارم. ببین شیمی اینجوریه، یه ترکیب میبینی و توجیهش میکنی. آقا ام ان او 2 داریم؟ آره داریم، اونا تو طبیعت هست. خب چه اتفاقی افتاده؟ ام ان 4 در دست داریم. در واقع یه جورایی اشتراکیه که این اشتراک الکترون بیشتر از سمت او رفته، اینجوری میشه. فلزات واسطه درست فلزن، اما پیوند کووالانس میدن. یکی از ویژگی های فلزات واسطه همین، تو کتاب شما نیست، حالا تو کتاب های دانشگاهی هست. در فلزات واسطه هم کووالانس داریم هم یونی داریم. چطور میشه کووالانس داریم؟ چون ما تو دی الکترون های تک داریم، میتونه تکاشون رو بره با کووالانس جفت کنه. خب، وارد این مقاله نشد در حد کتاب آفر پوتاسیوم پرمنگنات و پوتاسیوم منگنات چیه؟
چی؟ فرق پتاسیم پرمنگنات. این یه ترکیب دیگه است، این ترکیب دیگه. توی آب که میریزیم پتاسیم پرمنگنات. ها نمیدونم، اینو میدونم، این رنگش فرق میکنه. توی شیمی دهمتون بود. امنو دو هم بود، چهار تا رنگ بدین. پرمنگنات برنش بود دیگه. پرمنگنات برنش بود. اونای دیگه الان یادم نیست. ولی توی کتاب آزمایشگاه دهمتون هست. خب، سوال دیگه رو بررسی کنیم. هایستیر اوسن. هایستیر اوسن. کلوریک اسید. گروه هفت منفی یکه. نه. اگه اتم مرکزی میشن، از ظرفیت های بزرگترشون استفاده میکنن. کلود اینجا از ظرفیت پنجش استفاده کرده. عدد گفتاریش هم اتباقا چنده؟ پنج. ببین ساختارش برات رسم کنم. خب ظرفیت تعریفش چیه؟ ظرفیت تعریفش بیشترین چیزی که میتونه بگیره الکترونیکا. ظرفیت دو تا تعریف داره. بستگی داره به این که ترکیب کووالانس یا یونی. این ترکیب کووالانسه. پس من ظرفیت رو بر اساس کووالانس تعریف میکنم. ظرفیت کووالانسی برای یک عنصر میشود تعداد الکترون‌هایی که برای تشکیل اون ترکیب به اشتراک گذاشته. تعداد الکترون هایی که برای تشکیل و ترکیب به اشتراک گذاشته. الان کلور این ترکیب رو ایجاد کرده، اما تو این ترکیب چند تا الکترون به اشتراک گذاشته؟ من الکترون های کلور رو با رنگ قرمز نشون میدم. یه دونه اینجاست، این یه دونه، این گذاشته شده، این یه دونه رو او گذاشته. ما با اون کار نداریم، ما داریم سهم کلور رو میشوریم. خب دیگه چی؟ خب یکی بالا با کلوره. اینجا چی؟ یه رو هم یه رو بالا کلوره. خب بعدی رو هم یه سمت چنده اینجا؟ خب همینا دیگه تمام؟ همینا داشته رو بزنیست. یعنی سه؟ نه باشه ما داره بگیم پنجه که آقا اونجا دوتا بالا دوتا بالا را رو بایده شد دیگه آقا دوتا اون نه اون دوتا بالا را دوتا اونجا داره آقا چون اونجا میشه 6 تا. حالا دیگه میشه 3 تا. حالا دو تا اونجا داره، دو تا اونجا میشه 4 تا. آره این پیوند، این پیوند بهش میگن پیوند داتیو، اما شما نمیخونید. چون شما نمیخونید من اسمش رو عوض میکنم، یه چیزی میگم که مجاز بشه. بهش میگیم کووالانس یک طرفه. الان در این کووالانس یک طرفه اکسیژن هیچ الکترونی به اشتراک نگذاشته. چطوری فهمیدیم هیچی نذاشته؟ اکسیژن تو لایه والانسش کلا چند تا داره؟ 6 تا. الان آزادای دورش چند تا؟ 6. پس هیچی نذاشته. هر وقت دور اکسیژن 3 جفت الکترون آزاد بود، بدون که اون پیوند میشه کووالانس یک طرفه. یعنی همه الکترون ها رو اتم مرکزی تامین کرده، اون هیچی نذاشته. به تو میگن 10 تا بیار، 10 تا بیار، 10 تا بیار، 10 تا بیار، میخوام بریم اردو. حالا تو میری اردو برمیگردیم، بعد میای خونه 10 تا میذاری رو میز. شروع میکنی میگی پافای خوردم، پیپ خوردم، پاس خوردم، شروع خوردم این بازی، اون بازی، همه بعد از اون چطور تو این همه بازی پول خرج نشد؟ دوستان گذاشتن، دوستان گذاشتن. اینجا هم حکایت همینه. آقا او تو هیچی نذاشتی، دوستان گذاشتن کلور. پس کلور برای ایجاد این مولکول 5 تا الکترون گذاشته. این چی؟ این آزاده، نذاشته. اینه که نذاشته. الان این یه دونه رو او میگیره، نافلستره. این دوتا رو او میگیره، این دوتا رو این او میگیره. پنج داره در آقا چیکار کرده؟ از دست داده. و اگر از دوستانش هم حساب کنیم میشه مثبت پنج. اینجا ما اوربیتال خالی میکنه، بعد کلور میذاره جاش دیگه، او
او امیده بشه پایین کنه. آره. حکایت او میدونی چیه؟ حکایت او مثل حکایت اینه که میگه مفت باشه کوت باشه. حتی یه مثال دیگه هم بود، حالا به بعضی شاید آره. میگه شراب مفت و جای خالی هم میخوره. خب آره، این داستانش همینه. اکسیژن اینجوریه، یک دو سه چهار. بعد بهش میگن کلور داره الکترون فضل بخشش میکنه. میگه ای کلور الکترون فضل بخشش میکنه. میگه ولی باید اوربیتال خالی داشته باشی. میگه چش بیا ها الکترون خالی. این توجیهیه که دانشمنده بهش دارن، میگن اینجوری اوربیتال خالی میکنه و میتونه تو پیوند داتیب در واقع چکار کنه؟ شرکت. خب ترکیب انتهایی رو هم بررسی کنیم و دیگه بسته برای روز. ان هاش عدد اکسایش این کربن از ما خواسته. خب الکترون هایی که کربن اینجا الکترون ها نصف میشه، اینجا رو به او میده، اینجا رو هم به او میده. بعد چهار منهای یک میشه مثبت سه. پس عدد اکسایش کربن نرجه میشه چی؟ مثبت سه. چقدر زمان داریم؟ زنگ بس نمیشه.